درود به شما. به نظر شما درس ها و دستاورد های جنبش زن زندگی آزادی در یک سال گذشته چه بوده است؟ جنبش انقلابی ژینا به ما یادآوری کرد که هنوز چه پتانسیل هایی داره. در آن واحد به ما نشون داد که جمهوری اسلامی برای بقا از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد و به هیچ کسی رحم نخواهد کرد. دوباره به همون یادآوری کرد که اتحاد چقدر ارزشمنده و چرا باید به تفاوت‌ها و خواسته‌های متفاوت هم دیگه احترام بذاریم. جنبش ژینا به ما یادآوری کرد اگر از آموزه‌های قبلی درس نگیریم، مجبوریم مجدداً اونها رو تکرار بکنیم و هزینه بیشتری رو برای اون پرداخت بکنیم. بهای این هزینه‌ها ممکنه جان‌های بسیار عزیز باشه. جنبش ژینا به ما یاد داد که لازم همدیگر رو بپذیریم. لازم نسبت آموخته های گذشته خودمون متعصب نباشیم و احساس بکنیم نیاز هست مواردی رو یاد بگیریم. جنبش انقلابی ژینا یادآوری کرد که انقلاب پدیده ای نیست که یک شبه، یک هفته و یا یک ماه اتفاق میفته. پدیده ای پرهزینه است و فراز و فرودهای زیادی داره. دوباره به ما یادآوری کردن که اون نبرد بزرگی که به عنوان نبرد پیروزی ازش یاد میشه از نبردهای کوچکی تشکیل شده. امروز ما پرچمدار قسمتی از مسیر رسیدن به دموکراسی ایران هستیم. امید که با سرافرازی این پرچم رو به منزل مقصود برسون. زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. در آستانه سالگرد قتل حکومتی جاوید نام ژینا امینی قرار داریم. ژینا امینی که با جان باختن خودش اسم رمزی شد برای خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادیمون. به همین مناسبت به صورت کوتاه و مختصر میخوام به چند مورد از دستاوردهای جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی بپردازم. بدون شک بزرگترین دستاورد جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی زنان بودند. باز تعریف دوباره چهره زن در جامعه ایران و حتی جامعه بین الملل یکی از بزرگترین دستاوردهای این جنبش رهایی بخش بود و جامعه سنتی متوجه شد که یک جامعه آزاد نخواهد شد مگر اینکه زنان در آن جامعه آزاد شوند. مورد دومی که میخوام بهش اشاره بکنم، همدلی، اتحاد و یکدلی مردم ایران از قومیت‌ها، اتنیک‌ها و ملیت‌های مختلف بود که همگی در کنار هم در یک صف متحد در مقابل دشمن مشترکشون یعنی جمهوری اسلامی به مبارزه و قیام برخاستند و متعجزند که تنها یک دشمن مشترک دارند و آن جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که در دهه‌های مختلف در تلاش برای ایجاد تفرقه و دشمنی در بین اتنیک‌ها و ملیت‌های مختلف ایران بود. مورد سومی که جا داره به اون اشاره بکنم، ایرانیان خارج نشین بودن. ما شاهد دگرگونی و تغییرات شگرفی در ایرانیان خارج نشین بودیم، به گونه‌ای که شاهد تظاهرات و راهپیمایی‌های بی سابقه بعد از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی بودیم. حتی این تغییر اپوزیسیون خارج نشین رو هم شامل میشه. مورد بعدی که باید به اون اشاره بکنم، فضای مجازی هستش. فضای مجازی هم دستخوش تغییراتی شد و تبدیل به یک مدیایی شد تا صدای مردم ایران و مردم کف خیابان ایران باشه.
به امید پیروزی خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی. جمله و به طور اهم دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی رو بگم، اول اینکه میتونم بگم مسئله تبعیض علیه زنان به عنوان نقطه مرکزی و اولویت این جنبش قرار گرفت و مسائل دیگه به این اولویت گره خورد. تمام مردم، اعم از زن، مرد و دیگر باشان، همه با مسائل حقوقی خودشون به زیر پرچم زن زندگی آزادی به طرح مطالبات خودشون پرداختن و یک اتحاد بی‌نظیری در این زمینه با توجه به اولویت مسئله زنان شکل گرفت. دستاورد دیگه این جنبش علاوه بر شعارهای دموکراسی خواهی که در خیزش‌های قبلی هم سر داده می‌شد، مثل مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، شعارهای برابری خواهی سر داده شد. شعارهای نظیر شعار مترقی زن زندگی آزادی و شعارهای دیگه‌ای مثل مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی، برابری و دیگه اینکه همبستگی ملت‌ها و اقوام ایرانی نمود بارز و غرورانگیزی پیدا کرد. همه بیش از پیش یکی شدیم، متحد شدیم. مسائل ملت‌ها و اقوام غیر فارس مورد توجه قرار گرفت و فدرالیسم به عنوان یک راه حل مترقی برای حل مسئله اقوام مورد توجه و بحث شد. در آخر و به عنوان هایلایت میخوام به پالایش نیروهای اپوزیسیون در نزد مردم و کسانی که در جریان جنبش به صف فعالان اجتماعی و سیاسی پیوستند اشاره کنم. اینکه نیروهای سلطنت طلب ماهیت دیکتاتوری و انحصار طلبی خودشون رو که قبلا همیشه و همواره سعی می‌کردند با دو پهلوگویی پنهان کنند، در میدان عملی که این جنبش تا حدودی باز کرد نتونستند دیگه این مسئله رو پنهان کنند و آشکارا در مقابله با دموکراسی خواهی و عدالت طلبی فعالیت کردند و اذهان بسیاری نسبت به این مسئله روشن شد. به نام دختران سرزمین آفتاب، به نام رهروان حق، به نام انقلاب، به پاس خون سر، به رای زندگی، قسم به ظلم رفته بر تن زنانگی. گذر کن از تمام روزهای بدخواب، گذر کن از تمام لحظه‌های اضطراب، ز ذوق بندگی به شوق زندگی، برون شو از جهان سرد و تلخ مردگی. دست به دست هم دریا می شوی، طوفان می شوی، می فروشی. دست به دست هم دستای مبنی، فریاد می زنی آزادی. با سلام های صمیمی در آستانه یک سالگی انقلاب زنانه زن زندگی آزادی هستیم. زنان ایران تحت حکومت جنایتکار اسلامی در ستمی مزاحم در تمام سالهای گذشته از مبارزه برای احقاق حقوق خود دست برداشتند. با قهر حکومتی مهسا و خروش قهرمانانه زنان ایران، این بار مردان نیز به صورت جدی با این جنبش همراه شدند.
انقلاب ژینا و رنج و ستم 44 ساله گروه قابل توجهی از مردان را که نسبت به مسائل زنان بی تفاوت بودند به عرصه مبارزه بازگرداند. در این مبارزه روز و هفته ای نبود که مردم ما تحت شدیدترین شیوه های پلیسی هزینه نپردازند. چه بسیار چشمان زیبایی که هدف ساچمه های ولیه فقیه شد. چه جوانان برومندی که به خاک و خون افتادند. چه سالهای جوانی که پشت میله های زندان گذشت. اما امروز میبینیم که علی رغم این ظلم و جنایت جنبش ادامه دارد و زنان با مقاومت چشمگیری عقب ننشستند و کل نظام را زیر سوال بردند. این مسئله از ویژگی های انقلاب زن زندگی آزادی است. برای گیسوان دختران انقلاب، برای مردمان من به رسم انتخاب، نظر شدم بزن برای حق بزن، بیا برافکنیم درخش جان اهرمن که فردای روشنی در انتظار ماست. فسانه گذشته بر نوان بچه هاست، تنین خنده ها بلند و یک صداست. دشمن اصلی زن زندگی آزادی چیزی نیست جز افکار پوسیده. شاید این برای نخستین بار هستش که ما ایرانیان شاهد جنبشی هستیم که با کلمه زن آغاز میشه، به جای کلمات دیگری مثل شاه، مثل خدا، با زن آغاز میشه و این یک حرکت نوینی هستش در جنبش حق طلبانه مردم ایران. ما شاهد یک جنبش حق طلبانه هستیم. بدون تردید در این جنبش ما پیروز میشیم، چون اولین که حق با ماست و دومین که زمان با ماست. ما در این جنبش پیروز میشیم بدون تردید. این جنبش، گستردگی این جنبش نه تنها در شهرهای بزرگ ایران بوده، بلکه در روستاها و نقاط دور افتاده نیز تنین و صدای این جنبش شنیده شده. این تفاوت، بیشترین تفاوت هستش با جنبش های حق طلبانه دیگری که در ایران جریان داشته. ما بدون تردید در این جنبش پیروز خواهیم بود. زن زندگی آزادی. سال گذشته کشورمان ایران در ادامه مبارزات مدنی اقشار مختلف مردم شاهد جنبش اجتماعی قدرتمندی بود که به جنبش زن زندگی آزادی انجامید و هدف آن به چالش کشیدن ساختارهای واپسگرا و زن ستیز حاکمیت ایران بود. این جنبش که با قتل حکومتی ژینا مهسا امینی آغاز شد به سرعت ابعاد گسترده‌ای یافت. جنبش مهسا که در آغاز ظاهراً یک جنبش مدنی و اعتراضی علیه حجاب اجباری بود، در ادامه به مطالبه برای تغییر نظام سیاسی کشور منجر شد. جنبش زن زندگی آزادی یک انقلاب اجتماعی بود، چرا که خواهان برچیدن تمام هنجارها و ارزش‌های به شدت ریشه‌دار زن ستیز و متحول کردن اثرات آن در ساختار حکومت در جامعه ایران بود. ساختارهایی که به شدت در تار و پود جامعه و فرهنگ ما بعد از انقلاب بر همه جنبه‌های زندگی مردم ایران تأثیر داشته است. جنبش زن زندگی آزادی به دنبال به چالش کشیدن این ساختارهای فرهنگی بود و توانست در ادامه به آگاه سازی بیشتر زنان و افراد جامعه
و ترغیب آنان به ایفای نقش فعالتری در مبارزه اجتماعی بیانجامد. از دیگر دستاوردهای مهم این جنبش این بود که مردم خواهان براندازی حکومت و جایگزینی آن با یک حکومت سکولار دموکرات و جدایی دین از حکومت شدند. در این یک سال گذشته اقتدار حکومت به دلیل ناکارآمدی آن متزلزل تر شده و اعتبار اون نه فقط در میان بخش بزرگی از مردم بلکه بخشی از ارکان قدرت نیز از بین رفته و توازن قدرت در جامعه به نفع مردم در حال تغییر است. امسال در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی مردم ما مصممتر و با پیوندی محکمتر در جهت تثبیت دستاوردهای جنبش راه را برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار و عدالت خواه متکی بر اراده آزاد مردم هموار خواهند ساخت. من همگام با مردم از اعتصابات، تجمعها و اعتراضات در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی پشتیبانی می کنم و از شما عزیزان نیز دعوت می کنم در هر کجا که هستید و به هر شکلی که می توانید در این اعتراضات شرکت کنید. یادمان باشد قدرت ما در اتحاد و همبستگی ماست. درود به مردم مبارز ایران و همه مبارزان راه آزادی. در آستانه یک سالگی قتل حکومتی مهسا و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی قرار داریم. این جنبش که در یک سال گذشته با تمام افت و خیزها و علارغم سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی ادامه داشته است، درس‌های گرانبهایی را برای همه مردم ما به ارمغان آورده است. یکی از مهمترین درس ها این بود که همبستگی ملی بین ایرانیان در سراسر ایران و اقصا نقاط جهان می تواند جمهوری اسلامی را علارغم همه سرکوبش به عقب براند و آن را مستأصل کند، به طوری که جمهوری اسلامی راه دیگری بجز سرکوب بیشتر را در پیش خود نداشته باشد. اما ما دیدیم که همبستگی مردم توانست در زمینه‌های جمهوری اسلامی را نیز به عقب براند و آن را در انظار همه مردم چه در ایران و چه در سراسر جهان خار کند. امروز پس از نزدیک به یک سال از شروع این جنبش ما همچنان شاهد اعتراضات مردم در اقصا نقاط ایران هستیم. یکی از مهمترین درس‌های این جنبش این بود که همبستگی جنبش‌ها در اقصا نقاط ایران بین جنبش دانش آموزی، دانشجویی، معلمان، کارگران، جنبش های ملی قومی و همه می تواند این جنبش ها را یک گام بیشتر به جلو برساند. همچنین وقتی که همه مردم همبسته و یک صدا به میدان می آیند، قدرت سرکوب جمهوری اسلامی تضعیف می شود و در این صورت هزینه‌ای که هر کدام از شهروندان باید پرداخت کنند سبکتر می شود. بالعکس زمانی که بسیاری از آنها نمی توانند یا به هر دلیل امکان شرکت در این جنبش را ندارند، برای آنها که در میدان می مانند این هزینه بالاتر می رود. بنابراین تلاش کنیم برای رسیدن به خواستهای خود همه هم یک صدا با هم و هم بسته در سالگرد این جنبش بار دیگر صدای اعتراض خود را علیه تبعیض جمهوری اسلامی،
علیه تمام سرکوب ها و ضایع کردن حقوق شهروندی تک تک مردم ایران بلندتر کنیم. به امید پیروزی مردم ایران و با آرزوی رسیدن به آزادی. زندگی آزادی، صلح و امید و شادی. زندگی آزادی، صلح و امید و شادی. از بحر سرخ آبان تا ماست سیاه کیهان، غربت بیرنگ افغان، چه دیدی ایران؟ بزار آزاد بشه زن، نترس از ذهن و هستن، نفس بگش بست کشتن، بزار وطن چه وطن. یه پنجره واسه دیدن، یه پنجره واسه شنیدن، باید اسم منجی رو از آینه پرسیدن. یه بیت و دخمه سوز باید جهان رو ازش شست، زمین زیر قد میلرزه تنها تر از توست. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. بترسید بترسید، ما دیگه با هم هستیم. زن زندگی آزادی، صلح و امید و شادی. زن زندگی آزادی، صلح و امید و شادی. گفت فرزاد کمانگر به لیلاها تو سنگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرد بر ستمگر. از هیرکانی تا کارون، علف شلم چه خان شیخون، خط میکشیم روی خط خون، اینجا با اکنون. با منبر تک صدایی